شب یه آقای اومد عیادتش، همه کاراشو انجام داد بنده خدا، بعدم بردش. بابای من جز من کسی دیگه ای رو اینجا نداره. ما فکر کردیم پسرشه، چون باباتون میشناختتش، دوستش داشت، بغلش کرد، بوسش کرد، بعدم با هم دیگه رفتن. بابای منو اون بری چی برد؟ خودش بستری کرده بود. آدرسش کجاست؟ متاسفم ما نمیتونیم آدرس بدیم. ای بابا خانم، شما چرا اینقدر سخت میگیرید؟ بفرمایید. این مداری که من که نشون میده اون پدر من بوده، نگاه کنید. آقای حاضری 201، یه لحظه اجازه بدید، یه لحظه صبر کنید. بفهم. این چیه؟ نسکافه است. من نمیخورم، ولی بذار رو میز باشه. درخشید. داستان این چیه؟ مهمونه. مهمونه که از دیشب تا الان اومده، گفتی یک ساعت میمونه، الان از دیشب تا الان اینجاست. من حسنم سر رفته. حالا میره، نگرانی چی؟ بذارش دنبالش میاد میره. یعنی چی میره؟ اینجا من حسنم سر رفتم، چپ دم توی ناش بست کنه، دست و پامو بسته. چی کار به کار این داری؟ از تو به کارت برس، به کاری برس. چه جوری من به کارم برسم؟ نشسته اینجا. خیلی خوب، ببین اینجا میمونه. خب ببین، من میخوام حالا یکی بگیرم. این پسرش این روز میاد دنبالش میبردش، اصلا این بذار حرفش دیگه بذار. دوباره کارهای بیرون آوردی تو خونه. من صد بار بهت نگفتم لطف کن کارهای بیرون خونه رو وارد خونه نکن. چشه؟ مریضه که اونی نگفته اینجا بمیره به نزن گردن ما، ببین چی کار میکنه. بابا جون امروز پسرش دنبالش میاد میبردش، اگر نیمد من فردا خودم ردش میکنم بری. یعنی تا فردا اینجا میمونه؟ ببین از دیشب تا حالا داری میگی یه ساعت دیگه، الان گفتی دو ساعت دیگه، الان میگی فردا. خیلی خب، حالا 24 ساعت در میگه جگر بذار. دیگه نمیتونم تعامل کنم، میرم بیرون. برگشتم فقط نباشه اینجا، همین نباشه اینجا. میگم از حبیب آقا خبری نشد. نشد که نشد، اصلا تو پسر منی. قربون شما برم، لطف دارین شما. ببینم حال و اوضاع چطوره، چی کار میکنی، مواظب خرج و دخل زندگیت هستی؟ ای تا حدودی بله. زنت کجا رفت؟ رفت خرید. مواظبش باش زیاد خرج نکنه، هر وقت داره میره خرید زیاد بهش پول نده. چشم علکی هم نگو. ببخشید خانم. سلام علیکم. بله سلام. پلاک 93 همینه، بفرمایید. ببخشید شما مال این مجتمع هستی؟ بله بفرمایید. واحد 19 آقای مهندس نصیر داری؟ بله. شما پسر اون آقایی هستین که الان خونه ماست؟ بله بله. اومدیم ببرینشون دیگه. بله بفرمایید، منتظرتونم بالا. متشکرم.
به به چه عجب تشریف آوردین. سلام علیکم. پدرم بفرمایید. آقا جون تو اینجا چیکار میکنی؟ پسرم من آورده. پسرت؟ پسرت کیه؟ تو پسر من نیستی. این دیشا اومده بیمارستان، من آورده خونه، ازم پذیرایی کرده، شام برام درست کرده، عروسم هم الان رفته خرید، از اون طرفم بره داروخانه دواهای منو بگیره بیاد. آقا جون قربونت برم، پاشو بریم، اینا همش کلکه. من نمیام. آقا چرا نمیام؟ برای چی؟ نداره بنده خودم. خوب حق داره. دیروز شما قرار بوده بری ایشون از بیمارستان ترخیص کنی، نرفتی. زنگ زدم به من گفتن آقا چیکار کنی، من ناچار شدم بیارمش اینجا. دست شما درد نکنه. قربون شما برم. پاشو آقا جون، پاشو بریم. کجا بریم؟ باید پول بیمارستانشو بدی. من الان پول ندارم. ما چجوری می‌خواستی من از بیمارستان بیاری بیرون؟ می‌خواستم آقا جون ماشینی بذارم اونجا گلو تو رو بیارم خونه. آقای مهندس میشه الان ماشینی بذارم پیش شما؟ لازم نکرده. باید پولشو بدی. نه 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 نه، اصلا پول و اینا لازم نیست آقا، لازم نیست، ببرش. من نمیرم، این باید آدم شه. نه دیگه، شما اینقدر سخت نگیرین، یه خورده باش کنار بیان، انشالله درست میشه. این از بچگیش هم اینطور بوده، تا آدم نشه من از اینجا نمیرم. آقا جون الان بچه ها نگرانتن، پاشو برین. گفتم که نه، برو بیرون، میخوام استراحت کنم. حالا من فکر میکنم زیادم اوقات تلقی نکنین با ایشون، بد نیست. تو نگاه میکنی؟ و برو دیگه. حبیب آقا بفرمون، حالا من چه خاکی به سرم بریزم؟ چه میدونم، منم اینی شما. یه آقا نذاره از خونه بره بیرون ها، من پولو تو جور میکنم آقای مهندس، میارم بهت میدم. خداحافظ شما. بابا حبیب آقا یه دقیقه فایسه، چرا انقدر سخت میگیری؟ تو فکر خودت نیستی؟ یه خورده فکر زن بچه باید بختت باش. نوبتون هم میشه، اول بذار یه فکر واسه بابام بکنم. حبیب آقا ببین، تو تا هر جا بری من باهاتم. یعنی چی؟ یعنی ولت نمیکنم، ولت نمیکنم. آقا جون تو یه کاری بکن، یه نگاهی به این پرونده ما بنداز، ببین اصلا تو چی نوشته، ببین اصلا میتونی حسابش یر بیر کنی یا نه. اگه این اتفاق بیفته هم میتونی بی باباتو برداری ببری، اصلا هم نمیخواد دیگه پول بدی، بقیه گیره های زندگیت هم همینجوری وا میشه. بعدش هم یه پول اساسی من بهت میدم، 100 تومن. خوبه؟ 100 میلیون تومن؟ بله. خیلی پررویی، پس واسه همین دزدیدیش، نمیذاری بیاردش. دزدی کدوم مرده؟ حسابی در بازه، برو ورشتر ببرش. بابا خودش نمیاد بیرون. حبیب آقا رو پیشنهاد من فکر کن دیگه، همچین موقعیتی گیرت نمیاد. برمیگردی تو. چی شو؟ رفت. پول چی شو؟ بابا این اصلا نمیخواد ببرتت. اصلا خوشحالم شد تو اینجایی. چه بهتر؟ من اصلا خودم نمیرم. نه اینجوری هم خوب زیاد خوب نیست. به هر حال حبیب آقا پسرته، یه خود باید هواشو داشته باشی، باش راه بیای. اگه پشت گوششو دید منم میبینم. اصلا من پیش تو هستم. ببین یکی مثل من باید بالا سر زندگیت باشه که تو مثل حبیب نشی. خب اینم حرفیه. بیا بشین. بشین کارت داره. تو چرا بچه دار نشدی؟ خب من با این زنم تازه ازدواج کردم آخه. زن قبلی چی؟ از زن قبلیم دوتا بچه دارم. پس کجا؟ جدا شدیم. خیلی بیجا کردی؟ همین الان بلند میشی بهشون زنگ میزنی میریم برش میگردونی. آخه راستش من آدرس خونه جدیدشون ندارم، این تلفن اینا هیچی ندارم ازشون. اه یعنی تو اینقدر بیخیالی نمیری اون دوتا بچه رو ببینی؟ چرا، اونا رو که میرم در مدرسه میبینمشون. خیلی خب همین الان بلند میشیم میریم در مدرسه، تلفن خونهشو میگیریم از بچه‌ها. آخه الان خونه نیست دیگه، بعد موقع سر کاره. خب سر کارش زنگ بزن. ببین امرالله خان، آخه یه مشکلات دیگه هم هست، خانم قبلیم رفته شوهر کرده. ای بابا تو اینقدر بیخیالی؟
اینقدر بیفکری؟ بلند شو برو شکایت کن، دوتا بچه رو ازش بگی بیار پیش خودت. اصلا من خودم تو خونه هستم، دوتا بچه ها رو برات بزرگ میکنم. رنگه ملاحظه فرمودید اگه دوست دارید این پنج رنگه مشهدیه، کار مشهده. این پنج رنگه برای شما 280 میمون سال بوده. هفت رنگی تو را جوان؟ اینو 330 خدمت شما میدیم. بله سلام دایی جون. سلام دایی، ببخشید الان خدمتتون میرسم. بفرمایید الان خدمت میرسم. خوش اومدی دخترم، حالتون خوبه؟ برم یه چای بیارم خدمتتون. دایی جون عجله دارم، باید برم. چرا دایی؟ چی شده مگه؟ اومدم دنبال چک، از دیشب تا الان دیوونمون کرده. آخه چرا، برای چی نگرانه؟ چکتون پیش منه. میگه ما که پولو دادیم پس بهتر چکو پس بگیریم. خب درسته، ولی میدونید من چکو دیشب علل حساب دادم به یک کسی، جای مطمئنی هم هست. چک ما رو؟ بله، دست چکم همراه نبود، نوشتم دادم به یک کسی، تاریخشم حالا حالا نیست، خیالتون راحت باشه. دایی جون اون خیلی به ما غر میزنه، بهتر چک رو پس بگیریم. باشه من میرم پیشش، خیالتون راحت باشه. تازه اگه بیاد بانک خودم پولشو میدم، نگران نباشید. دایی جون تو رو خدا یه کاری کنید اصلا بانک نره. باشه چشم، نگران نباش، من درستش میکنم. دستتون درد نکنه. خواهش میکنم. با اجازتون. سلام برسونید. خداحافظ شما. این بابای تو داره ما رو فدا میکنه. کار دیشبشو دیدی؟ خیلی زشت بود. بابای منم که نمیخواد مالیاتشو بده. من میگم بیا یه فکر اساسی بکنیم، اینجوری نمیشه. میگی چی کار کنیم؟ آقا من اصلا نمیخوام رو بابام حساب بکنم دیگه. اصلا بهش کاری ندارم. من که از روز اول روی بابا تو پول پدرش حساب بازی نمی کردم فرهاد. چه بهتر؟ آقا من زندگیم اینه، نه پول دارم، نه ماشین دارم، نه خونه دارم، من هیچی ندارم. از الانم فکراتو بکن، از فردا میخوام برم دنبال کار، هر کاری هم که بشه میرم. الان وضعیت بابا خیلی به هم ریخته فرهاد، منم نمیدونم باید چی کار کنم. من که حتی چیزی نخواستم که، من حتی نه پول میخوام، نه جایزیه میخوام، من حتی هیچی نمیخوام. اصلا دوست ندارم قاطی این بازیا بشم. من که از خدام اینجوری بشه فرهاد. تمومش کن، سردم شد. این آقا فرهاد تو شب ولش کنی همینطوری میخواد حرف بزنه. بلند شو بریم. این داشو تو الان ولش کنی کلانتری هم خبر میکنه. بلند شو. بفرمایید. خسته نباشید آقا. سلام آقای قربانی، چه عجب این طرفا؟ اومدم خدمتتون عرض کنم که آقا منو خلاص کنید برم. چی شده بازم؟ اومدم باز خرید کنم، برم پی کارم، برم پی بدبختی. آخه چرا؟ چی شده؟ باور کنید آقای فاضلی، بدبختمون کردن. منو بفرست یه جایی که اصلا به این کارا دستم نیاد. منو بذارید امور اداری، بذارید حراست. من حاضرم نگهبان این اداره بشم. اصلا خلاصم کنید، ولش کنید، نمیخوام. باز خرید کنید منو، برم پی کارم، برم پی بدبختیم. حالا اینقدر تون نرو قربانی. بگو ببینم چی شده. هیچی، بدبخت شدم رفته. عروسی دخترم که به هم خورد، پدرم هم دزدیده. دزدیدن؟ بله. یعنی چی دزدیدن؟ هیچی، یه نفر دزدیده برده خونهش به من نمیده. تو میدونی خونهش کجاست؟ بله. خب برو شکایت کن. آخه من تا حالا شکایت نکردم، نمیدونم چه جوری باید شکایت کنم. آخه شکایت کردن که دونستن نداره قربانی جان. تو که میدونی پدرت کجاست، آدرسشو داری. خب برو کلانتری شکایت کن، یه مأمور بگی برو پدرت ازشون پس بگیر. کاری نداره. اصلا بگو گروگان گرفتن. راست میگی. خب آره. Thank you.
بله. بابامو وردارو بیار پایین، میخوام ببرمش. ای بابا گیر دادی یا، این خودش نمیاد من چی کار کنم؟ آقای محترم، من مأمور کلانتریم، لطفا تشریف بیارید پایین، ازتون شکایت شده. و چرا جواب نمیدی؟ الان میاد. میگم حالا چی میخواد ازت که بابا تو گروگان گرفته؟ میخواد بهم رشوه بده. اون میخواد به تو رشوه بده؟ بله. صبر کن ببینم، نمیفهمم. اون بابای تو رو گروگان گرفته، بعد میخواد به تو پول بده که آزادش کنه. یه چیزی تو همین مایه ها. آقا جون را بیافت بریم. من نمیام. مرد حسابی گروگان گرفتی؟ چی گروگان؟ گروگان چیه؟ این دوست منه، جای پسر منه، من آورده خونهش مهمونی داره، ازم پذیرایی میکنه. پس این آقا کیه؟ دوست ندارم برم پیش این مرد حسابی. سر کار گذاشتی ما رو؟ ما فکر کردیم اینو گروگان گرفتن، جونش در خطره. این که اینجا دعوت بوده، مهمونه، مگه مسخره بازیه؟ چه خطری؟ اتفاقا از دیروز تا حالا که من اینجا حالم خیلی بهتره. آقا جون بیا بریم، من هزار تا کار زندگی دارم. خب برو به کارت برس، تو به من چی کار داری؟ باشه، میخوای بمونی اینجا؟ بله. مهندس جونه. ببینید اتفاقا من خودم خیلی گرفتارم، وضعم هم خوب نیست. خب باشه، این پدر شماست، باید بره خونه شما. چجوری باشه خونه شما؟ آقا اینجا داره بهش خوش میگذره. بذار اینجا بمونه، خداحافظ. حبیب آقا سلامت. هر وقت خودت خواستی بیا. باشه. چی هر وقت خودت خواستی؟ حبیب آقا یه دقیقه وایس، اینجوری که نمیشه. آقا امرالخان یه دقیقه برین، اجازه بدین. دیدی نقشه جناب عالی چی شد؟ اصلا از کجا معلوم این پسر با پدرش تبانی نکرده باشه؟ تو احمقی بابا. ماش تقصیر این دهقانه، این بدبختی ها رو تو رو میندازه جلو، خودش باشه میکشه عقب. حالا چیکار کنی؟ چیکار کنی؟ من چه میدونم چیکار کنی؟ یا جای این آقاست یا جای من از این بوست. خودجون من که میخوام بریم این خودش. آقای امرالله خان لطفا تشریف ببرید بیرون. کجا برم بیرون؟ من میخوام برم سر کار. خب برو سر کار. یعنی چی؟ زنم تو خونه تنهاست، پاشو. تو منو آوردی اینجا، من نمیتونم برم بیرون. تو هم برو خر گیر آوردی، پاشو ببینم. پاشو لعلم کن، دست به من نزن. پاشو منو دزدی آوردی اینجا، منو گلوگان گرفتی. دزدی کدوم؟ این حرفا چیه میزنی؟ پاشو کجا برم؟ برو بیرون. نمیتونم برم بیرون. مگه ندیدی پسرم اومد اینجا ازم قهر کرد رفت؟ وقتی قهر کرده باشه من جایی ندارم برم. خیلی خوب، خیلی خوب، من پول بلیط شهرستانتون رو میدم، همین الان برگردین شهرستان. من شهرستان کاری ندارم، من اومدم عروسی نوام. خیلی خوب، پاشو برو عروسی نوام. مگه ندیدی پسرم اومد اینجا گفت عروسی به هم خورده؟ اصلا زوده من برگردم، وایستادم برگرده ببینم چقدر منو دوست داره. میخوام تستش کنم. های تستش کنی؟ اومدیم تا یه ماه دیگه هم بر نگشت. نگشت که نگشت، خودتون دوتا برین یه جوری با هم کنار بیا. اصلا چرا من با شما کل کل میکنم؟ همین الان زنگ زنم مأمور بیاد بندازتت بیرون. بفرما برو. عجب گرفتاری شدیم. الو سلام دایی خان، کجایی تو؟ نه بابا من اصلا سر کار نرفتم. ببین این یارو حبیب بابا شما تو خونه ما ولکن نیست، نمیره بیرون. اون تو خونه تو چی کار میکنه؟ باباشو چرا آوردی تو خونه؟ چه میدونم بابا، گفتم اینو ورش دارم بیارم بش اینجا، شاید اون یه جورایی تحت فشار قرار بگیر یه کاری بکنه، ولی این حبیب آقا خیلی بیرگه بابا. من با اونا هیچ نسبتی ندارم، هر کاری دوست داری خودت بکن. یعنی چی؟ من الان 1800 خرج بیمارستان اینو دادم، میخوام یه جوری اونو زنده کنم. خب چیکار میشه که؟ خیلی خوب بابا، آقا نخواستیم اصلا، خداحافظ. خداحافظ. مهندس. بله. یه
یه لیوان شربت خنک از تو یخچال برای من برده بیا. چشم. چی شد؟ تا یه ساعت دیگه میندازمش بیرون. یه ساعت دیگه چه؟ همین الان بندازش بیرون. بابا جون الان هر چی گفتم نرفت. منم یه شربت درست کردم، چند تا قرص خواب انداختم توش، دادم بهش خورد. چی انداختی تو شربت؟ یا یه طوریش نشه بمونه دوباره رو دستمون؟ نه بابا هیچی نمیشه، این پیرمرد شهرستانیه، قرص محکمه. یه کارایی میکنی، اینم نقشه هات. تو یه دقیقه وایس اگه اتفاق بدی افتاد با من. باش. مهندس، مهندس، بله سرم داره یه کمی گیج میره. چیزی نیست، مال این داروهایی که دکتر داده. نه ببین، مال اون نیست، برو اون سونات روشن کن، من برم توش یه کمی حالم جا بیاد. حالا وایسین یه 10 دقیقه دیگه ببینیم وضعیت سرگیجتون چجوری میشه. اگه بهتر شدین اون وقت. دارم بدتر میشم. خب بهتر. امرالله خان. بله. خوبی؟ سلام. سلام بابا. سلام. خسته نباشین. مامانت کجاست؟ الان میاد. بابا من میتونم یه دقیقه با شما صحبت کنم؟ بله بفرمایید. راستش من امروز یه تصمیمی گرفتم. خب. که اگه بشه به شما هم کمک کرد. خب. بابا شوهر من میخواد رو پای خودش واسته. میشه منم یه دقیقه باهاتون حرف بزنم؟ بله. بهش بگو اگه این دفعه اینجا ببینمش میزنم قلم پاشو له میکنم. برو. برو به درس مغزت برسی خورده. چه خبر؟ خونه رو گذاشتین رو سر؟ چک کجاست؟ چک رو نوشته داده به کسی دیگه. یعنی چی؟ گویا دست چک باش نبوده، مجبور شده چک ما رو بده، ولی گفت پس میگیره. چجوری پس میگیره خانم؟ گفت زنگ میزنه میاره. خانم این چکی که امضای جعلی شما پاشه واسه چی میده به کسی دیگه؟ ها؟ حالا این کارو کرده چی کار کنی؟ خانوم اون چک بره بانک، میان تو رو میبرن زندون، تو جعل امضا کردی. خدا کنه منو ببرن تو از این زندگی خلاص بشم. علی، سارا، وسالات رو جمع کنی که دیگه جای ما توی خونه نیست. یعنی چی؟ یعنی میخوای منو بترسونی؟ برای چی بترسونم؟ تو که از خدا تو ما رو نبینی؟ حالا کجا؟ قبرستون. ای بابا قبرستون این وقت شب خوفناکه. حالا واسه یه دقیقه با هم صحبت کنیم، شاید اصلا لازم نباشه بری. دیگه فایده نداره، بریم مادر. شکو یه دقیقه واسه با هم صحبت کنیم، شاید من خواستم عذرخواهی کنم. عذرخواهی هم دیگه فایده نداره. شکو من عصبی شدم، داد زدم، ولی الان خودم رو کنترل کردم، آدم خیلی خوبی شدم. عذر میخوام، غلط کردم. ای خدا
زبون من کفکرک در بیاری اگه این دفعه عصبانی بشن. خدافز بابا. علی تو هم داری میری؟ یه مرد باید همراهشون باشه. نمیتونم تنهاشون بذارم. کار خوبی میکنی. برو برو مواظبشون باش. برو. ای خدا چرا من نمیتونم جلو دهنمو بگیرم؟ ای خدا من آخه نمیفهمم من چرا نمیتونم خلاف کوچولو به درگاهت بکنم. آخه بابا من هم آدمم خیر سرم. من گندگی قیافه رو میبینی؟ میبینی چه حال روزی داری؟ حبیب قربونت برم، این همه بدبختی، این همه گرفتاری، عزیز داری نشونه اینی که تو باید رو بیای، کنار بیای. چی خیال کردی؟ هیتلر، چنگیز، صدام، این همه آدم کشتن، به خیال میکنه اونا رو میذارن کنار بیان سرنرسشه تو رو بررسی بکنن؟ نه چه؟ می‌نرزه تو که هنوز نگرفتی خودتو کنترل کن. سرما میخوره، برو اون بالشو برده بیا بزنیم زیر سرش. برو بریم. وایسا وایسا وایسا، این چیزه پول نداره که، صبح باشه هیچی نداره بخوره. بابا خودش کار میکنه بچه که یه پولی بهش بده. خیلی خب تو برو من درستش میکنم. برو وایسا چیزه، من میگم که یه دور بزنیم اگه خب. این بیدار نشده بود برداریم ببریمش. بابا کجا ببریمش؟ نمیدونم دلم براش میسوزه. خیلی خوب تو برو داره. خیلی خوب همین کارو میکنیم. برو
سلام آقای مهندس. سلام آقای باقی، اینجا چیکار میکنی شما؟ سلام. سلام، اومدم یه خود با شما حرف بزنم. در رابطه با چی؟ رابطه آخه میدونید خصوصی آقای مهندس. خب بفرمایید، میخواییم بریم بالا. آخه خیلی خصوصیه. خیلی خب، بیا اینجا. بیا چی شده؟ حالتون خوبه آقای مهندس؟ قربون تو برم. گردش بودید ها؟ آره با اجازت. خوش گذشته حتما. بد نبود. بابام چطوره؟ بابات خوب، داره کیف میکنه. یه پاش تو استخره، یه پاش تو جکوزیه، داره میخوره و میخوابه. راست میگی؟ بله. میشه خواهش کنم ازتون صداش کنید؟ بابا چی کارش داری حبیب آقا؟ اون بنده خدا داره کیفشو میکنه، تو کاری واسش نمیتونی بکنی؟ برش کن. آخه میدونی چی، من میخوام ببینمش. بابا ما این همه خرج کردیم، اون اصلا با تو نمیاد. آقای مهندس من تا قرون آخرشو بهت میدم، بیارش ببینمش. پول گیر آوردی از کجا؟ پول؟ بله. پول گیر آوردن؟ نه میدونید من راستش فکر کردم که بیام بهتون بگم که من حاضرم با شما معامله کنم. اصلا میدونین چیه حبیب آقا، من فکر میکنم شما تشریف ببرین خونه، اینطوری بهتره. ما هم پدرتون رو برم داریم خودمون میاریم اونجا، خوبه؟ چون میدونین پدرتون هم الان تازه از بیمارستان اومدن، کسالت دارن دیگه. ما میاریم تو ماشین یواش یواش براشون توضیح میدیم که از دست شما هم ناراحت نشن. متشکرم. بعدم نمیگه اتفاقا خونه بچه‌ها نیست، من تنها اونجا میشینیم با هم صحبت میکنیم. همونجا میشینیم راجع به ماجرام حرف میزنیم. برو، ما اومدیم یه ساعت دیگه ما اونجا. خداحافظ. خداحافظ. خدا. حالا میخوای چیکار کنی؟ هیچی، به من از اینکه رفت میریم یارو رو برش میداریم میاریمش. میاریمش؟ اگه نبود چیکار کنیم؟ هستش بابا اون داروهای خوابی که من بهش دادم، الان گوشه خیابون خوابیده. خب پس بریم دیگه. بریم. شاید بیدار شده رفته ها؟ نکنه دوست دیدنش. نه بابا. آقا ببخشید. بله. شما یه گدا نیدین اینجا خوابیده باشه؟ گدا نه. ببین برو توی مرسان، این توی مرسان نبردنش. آقا ببخشید یه لحظه تشریف میارین؟ بله. ببخشید شما یه پیرمرد نیدین، یعنی یه پیرمرد نیدین ببرن تو؟ اینجا زیارت میاره نزدیم من نداده. نه خیلی اینجا خوابیده بوده. کجا؟ همینجا خوابیده. نه من وقت داشتم میامدم اون در پیچی بیمارستان دیدم یکی اونجا خوابیده. اونجا خوابیده بود؟ آقا دست تر نکنه. بریم. باش آقا. اینها خودشو باید تمسیم. بیدار میشه. امروله خان، امروله خان، خواب خواب. شش. بایزه بایزه بایزه. آی دوبه. شستی. سنگینه. ساب مرده. بایزه. برو محمد. یه وقت بهشون نگه آوردیمش اینجا. نه بابا این خوابیده الان تو هپروته. آقا قربون دست دیم، بخاری عقبت هم بزن یخ کردی. این دیگه کیه؟ اوه با تو هم؟ تو از کجا اومدی؟ شما من آوردی. پاشو یلا پاشو. چ...
چرا نگه داشتی؟ آقا پاشو پیاده شو، بلند شو. بابا بعد جایی وایسادی، فلاشرتو بزن، میزنن در با داغونمو میکنن. عجب رویی داره. ببینم این پتومتوما مال ما از کجا آوردی نرو؟ بابات پاشد رفت، اینو انداخ رو ما. اون بابای من نیست، ولی در حق ما پدری کرد. پیادش کن. آقا پاشو، پاشو برو پایین. اینجا کجاست؟ پیادش خودت میفهمی کجاست، پیادشو. من که خواب بودم نفهمیدم. منو ببرین سر جا. جاد کجا؟ دو قدم از جاد دور شدیم. پیادش خودت برو دیگه. پیاده برم؟ من حال ندارم. یه پولی بده ما بریم. پولی بهش بده، ردش کن بره اینجا. بختی داریم ها. بیا. 1000 تومن؟ تا اونجا؟ و چقدر؟ مرد حسابی، من الان برم دم آژانس. 5 تومن میگیرن منو ببرن اونجا. تو میخوای آژانس سوار بشی؟ آخه کسی تو رو آژانس سوار میکنه؟ مدل چند ماشینه؟ به تو چه ربطی داره؟ ایرکاندیشنشو بزن، هوای بد عوض کنه. الان منو بذار جلوی آژانس. جبرو آقا بیا پایین ببینم. باشه ببینم. بیا پایین. بیا پایین ببینم. بیا پایین، یلا. بیا این هم مال خودت بگیر. به بابات سلام برسون، آدم باحالی بود، بگو یه تماس بگیره. چش منو با خودت ببر. جا ببرم؟ با خودت ببر تو رو خدا. بلم کن، من کسی رو ندارم. خیلی بابا جون، من خودم زیادی هم. بلم کن. ببینیم اتون. چش سری به ما بزنی. بابا را دلمون تنگ میشه واسه تو. عجب آدم های باحالی بودن. خدای شکره جا بودو بندازیم همینجا بخوابیم. ای بابا بیام که رفیزی. ای بابا آدم های باحالی بودم. خیلی آخرش. حالا چیکار کنیم؟ از کجا پیداش کنیم؟ چه میدونم. خب ببین میدونی چیکار میکنیم. الان میریم پیشش، بهش میگیم که ما اصلا خودمون بابا تو برات میاریم. از کجا بیاریمش؟ ببین بهش بگو که ما اصلا به تو شک داریم. از کجا معلوم این کلک نباشه؟ بگو تو کار ما رو انجام بده، ما خودمون بابات برات میاریم. بگو جاشم امنه. اصلا بگو بابات خودش نمیاد. باریکلا را بیفت.